به نام خدا سلام عرض میکنم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و ما رو دوست داشته باشید و سالم باشین. مسابقه بعدی رو شروع میکنیم با 8 شرکت کننده عزیز و با مردم دوست داشتنی که اینجا به ما انرژی میدند و شما که در منزل شنیدم سوالات رو به دقت پیگیری میکنید و سعی میکنید پاسخ بدید و این چقدر خوبه. یه بحثی هست، میگن که قبلن سطح اطلاعات و دانش عمومی بیشتر بوده یا الان؟ به نظرم قبلن، دلیل دارم. ما در دانشگاه مثلا میگم درس جامعه شناسی داشتیم 1250 صفحه بود با فونت بسیار ریز، پدرمون در می اومد تا اینو بخونیم، بعد امتحان می گرفتن، بعد می دیدیم یه سری سوال از توی کتاب اصلا نیومده، به استاد می گفتیم استاد این سوالا اصلا این بخش تو کتاب نبود، می گفت نبود که نبود، چشمت درات، مسائل جامعه شناسی رو باید در سطح جامعه فرا گرفت. اما الان بعضی از اساتید یه ترم اول یه کتاب معرفی میکنن 60 صفحه، 4 صفحه اولش سخن ناشره، 11 صفحه بعدش سخن مؤلفه، 5 صفحه از همسرش تشکر کرده و نوشته برای عاشقانه هایت که توان زانوانم بود. بعد وسطاش از اون 60 صفحه میگن 35 صفحهش هم حذف کردیم برای اینکه دانشجو راحت باشه، میمونه 10 صفحه. اون 10 صفحه هم استاد میاد تو کلاس میگه هر کی 6.5 بگیره بهش 10 میدم. در نتیجه فقط اگر فرق در درس خاکشناسی مثلا فرق خاک و گوشکوبیده رو ما بدونیم حله، یعنی نمره ها رو آوردیم. برای همین به نظرم در قدیم سطح دانش عمومی بالاتر بود چون همه چیز سخت‌تر بود. بریم سراغ مسابقه و ببینیم امشب، وای وای وای، امشب چهره ها یه جوریه که یعنی همه چی رو میدونن و بله رقابت سخته و به نظر اینجوری میاد، امیدوارم که همینجوری باشه، هرچی سخت‌تر بهتر. آیدا چاشنگیر هستم، متولد سال 68. شهروز علسی هستم، متولد 1362. میلاد نگهبان هستم، 34 ساله. محمد رضا اکبرپور هستم، 20 ساله از تهران. الناز بیاتی هستم، 25 سالمه. پوریا هماوند هستم، 30 ساله. نسرین علامی هستم. محمد علی کرامتی هستم، 40 سالمه. سالایی که سوش عدد و رقم باشه فکر میکنم به مشکل بر بخورم. در زمینه تاریخ، ادبیات، اطلاعاتم بیشتره. یه کلکلی هم با دوستانم دارم که اگر من اول بشم بهشون شیرینی میدم. نقاشی‌های تالا تومورم دیدم، همین تلویزیون بوده مثلا امیر 8 ساله از تهران. ادبیاتم مطالعه دارم. تو موسیقی اگر شانس بیارم، فقط دوست ندارم دور اول هست بشم چون خیلی زایه است دیگه، جلو فامیل دارم میبینم. و اون که اون ربات رو خیلی دلم می‌خواد سواشم. اومدیم گوشی رو حالا بگیریم و بریم دیگه. خیلی توضیح نمیدم، دور اول هر سوال 2 امتیاز داره، خیلی تایم و در واقع کرونومتر برای این پاسخ ها نداریم. در مرحله ربات که تایم خیلی مهمه و از این 8 نفر 2 نفر حذف میشن دور از جون و 6 نفر میرن به مرحله ربات. فلش رو میزنم، هر جا ایستاد سوال رو از او آغاز میکنم.
و به طور اتفاقی فلش رو نگه می‌دارم و برای شماست. حاضرین؟ چی خوندین؟ مدیریت جهانگردی. جهانگردی، خیلی هم عالی. سوال: چه کسی رادیو را اختراع کرد؟ مارکونی ایتالیایی. مکینتاش. مارکونی. اینجا گولتون میزنم، کمکتون هم میکنم. دو امتیاز داره. ایتالیایی بود؟ به نظرم ایتالیایی بود مارکونی. پس مخترع رادیو مارکونیه؟ بله. بگذرم؟ بله. تمام. بله، درست گفتند. چی خوندین؟ مهندسی مکانیک. مکانیک. امروز یه ذره انرژی ها کمتره، اشکالی نداره، من سعی میکنم با انرژی بیشتری اجرا کنم. سوال: مکتب رئالیسم نقطه مقابل کدام مکتب است؟ ناتورالیسم، ایدئالیسم؟ ناتورالیسم. نه. مکتب رئالیسم نقطه مقابل کدام مکتب است؟ ایدئالیسم. رئالیسم به معنای حقیقی، واقع گرایانه. ایدئالیسم یعنی چی؟ من به حالت ایداله. ایدئال دیگه. بله. ناتورالیسم طبیعتی، طبیعی. بله. نقطه مقابل ناتورالیسم یا ایدئالیسم؟ ایدئالیسم. عبور کنم؟ بله. دو امتیاز داری. مهندس مکانیکی؟ بله. برم؟ بفهم. تمام. بله و درست گفتم. خانم چی خوندین؟ ارشد تاریخ ایران. تاریخ ایران، به به، سوالای تاریخی رو همه رو ایشون پاسخ میدن. سوال: کلیسا، بیا تاریخی هم شد، کلیسا در کدام دوره حامی جدی هنر موسیقی بود؟ رنسانس یا باروک؟ در این دوران در واقع از هر آدم تحصیل کرده ای انتظار می رفت که موسیقی رو به خوبی بدونه. رنسانس یا باروک؟ رنسانس. عبور کنم؟ رنسانس. عبور کنم با خیال راحت؟ بله. بله. تمام. بله. چه خوش تیپه. چی خوندی؟ بتونه مدیریت بازرگانی. بازرگانی، خیلی هم عالی. سوال: معنای پرسپکتیو چیست؟ ژرفا نمایی، وضوح نمایی؟ میگن این نقاشی پرسپکتیوش درست نیست. پرسپکتیوش میگن درست نیست. ژرفا نمایی. ژرفا نمایی. بله. عبور کنم؟ بله. عبور کنم؟ بله. تمام. بله. و درست. به معنی نشان دادن عمق. چی خوندین قربان؟ حقوق. حقوق؟ بله. باید مراقب خودمون باشیم. وکیلین الان؟ بله. تمام وکیلین؟ دستگاه دولتی وکالت میکنم. عبور کنم؟ یعنی وکیل شدین؟ برای نه، من برای دستگاه دولتی فقط میتونم وکالت. آها، خیلی خوب، خیلی عالی. سوال: به کلمه یا حروفی که با تکرار کردن آن میتوان به شعر نظم بخشید. قافیه، ردیف. قافیه. دو امتیاز داره. کلک میزنم، کمک میکنم. قافیه. عبور کنم؟ عبور. تمام. بله، درسته.
خانم چی خوندین؟ فیزیک؟ بله. چه رشته سختی؟ بله. خیلی سخت. بله. من فقط این مساوی MC2 رو بلدم. سیاه‌چاله های فضایی هم بلدم. فرضیه دو قلوها رو هم بلدم. بسیار عالی. دب اکبر هم میدونم. اون اصلا ربط فیزیک نداره؟ نداره. نجوم هستش و بر. یه چیزایی. خب. سوال. شطرنج در چه کشوری اختراع شد؟ ژاپن، هند. فکر کنم ژاپن. در 1500 سال پیش. البته خیلی ها نسبت میدن به ایران، میگن که یعنی روایت هایی هست که شطرنج اصلا از ایران آمد. ولی هند یا ژاپن؟ هند. هند. بله. عبور کنم؟ بله. حرفایی که زدم کمکی کرد که از ژاپن منصرف شدیم؟ یه راهنمایی کنین لطفاً. شطرنج. عبور کنم؟ هند. هند. دو امتیاز. بله. تمام. بله. بله، درست گفتن. چی خوندین؟ الکترونیک. الکترونیک. سو. معنای کدام واژه نادرست نیست؟ یعنی درسته؟ یعنی درسته؟ فراغت به معنای دوری، شرنگ به معنای زهر. فکر میکنم فراغت به معنای دوری. درست نیست. معنیش یعنی؟ درسته. درسته. فراغت به معنای دوری فکر میکنم درسته. فراغت به معنای دوری درسته. عبور کنم؟ بله. تمام؟ فکر میکنم بله. از دست داد. اون فراق با قافه. فراق به معنی دوری، شرنگ به معنی زهر. یه شعر از ملک و شعرهای بهار هست. بودمی شهدی برای خیشتن، بهر بدخواهان شرنگی بودمی به معنای زهر. هیچی نشده. دو امتیاز اصلا چیزی نیست. خانم چی خوندیم؟ دندان پزشکی. دندان پزشکی. بل. تمام شده؟ بله. الان دندان پزشکین؟ بله. ای خدا چقدر عالی. سوال دندان پزشکی نداریم. نداریم. متاسفم. البته که دندان خوب و سالم باعث میشه که ما غذا رو سالمتر بخوریم، بعد باعث میشه ما فکرمون بهتر کار کنه و بعد باعث میشه که مطالعه کنیم و دیدین همینجوری مزخرف میگم. چه ربط. سو. مستند آن معلم بی استاد درباره کدام کارگردان صاحب نام ایران است؟ داریوش مهرجویی، علی حاتمی. یک فیلم مستندی به این نام ساخته شده. فکر میکنم آقای علی حاتمی باشه. درباره آقای علی حاتمی است؟ مطمئن نیستم. کمک میکنی؟ کمک کنم؟ چه کمکی کنم؟ چه کمکی کنم؟ خیلی از کسانی که با ایشون خاطره دارن و با ایشون کار کردن درباره شون در این فیلم حرف زدن. زنده یاد مشایخی آقای علی نصیریان، زنده یاد انتظامی. آقای علی حاتمی. از حرفای من به این نتیجه رسیدی؟ بله. چون همه اینایی که نام بردن با آقای مهرجویی هم کار کردن. آخه اون فیلم کمال الملک با آقای چیز که گفتین الان یادم. آقای علی حاتمی بود؟ بله. بله. فیلم کمال الملک. به خاطر همین گفتم. پس این مستند راجع به آقای علی حاتمی است. بله؟ عبور کنم؟ تمام؟ بله. بله، درست گفتم. خب ما 1-0 داریم، جبران میشه اگر دقت کنید، و بقیه دو امتیاز رو به دست آوردند. بدون معطلی میریم سراغ مرحله دوم. دور دوم 5 امتیازی است
این امتیازها خیلی مهمه، این امتیازها با امتیازهای بخش ربات جمع میشه و برنده انتخاب میشه. پس این مرحله و دور سومش خیلی مهمه. فلش رو میزنم، هر جا که ایستاد از ایشان شروع میکنم. بفرم و به طور اتفاقی فلش رو نگه میدارم. از شما شروع میکنم. وکیل بودی؟ نه، مدیریت بازرگانی. شما وکیل بودی. سوال: کدام ساز در ساخت موسیقی اصیل ایرانی کاربردی ندارد؟ قانون، چنگ، گیتار، تبل. چهار گزینه است این دور. فکر میکنم گیتار باشه، اصیل ایرانی اگر باشه. بله. کدام ساز در ساخت موسیقی اصیل ایرانی کاربردی ندارد؟ قانون، گیتار، بله گیتار و تبل شک دارم. تبل اصیل ایرانی باشه. سه گزینه: قانون که برای ایرانه، فارابی ساختنش، چنگم برای ایرانه، اگر اشتباه نکنم اسم دیگهش بربط باشه. تبلم فکر میکنم برای ایرانه، ولی توی موسیقی اصیل ایرانی گیتار رو نشنیدم. عبور کنم؟ گیتار، بله. گیتار، بله. یه خرمگس اینجا با ماست، باید بپذیریم. خیلی هم بزرگه. هرچی هم از این نازدیم این بیشتر نعشه شد. گیتار، بله. عبور کنم. تمام، بله. پنج امتیاز داره. تمام، بله, بله. درست گفتم. بله. عزیزم، سوال: استفن کینگ، نویسنده رمان مسیر سبز، در کدام ژانر ادبی شناخته شده است؟ داستان کوتاه، رمان وحشت، داستان‌های عاشقانه، داستان‌های پلیسی. که از مهمترین نویسندگان. دیدم مسیر سبز رو، فیلم ساختن ازش، فکر کنم مسیر، بله، سبز. مسیر سبز توی فیلمش پلیس داره، ولی داستانی داستانه دینو عاشقانه است دیگه. حالا نمیدونم بین داستان‌های عاشقانه و داستان‌های پلیسی. یکی از فیلم‌های درجه یک، بله، سینماست. داستان‌های عاشقانه رو انتخاب می‌کنم. مسیر سبز اتفاق عاشقانه ای توش هست؟ این زندان داشت که همون عاشقانه است. زندان داستان های پلیسی هست. تو هر فیلمی پلیس باشه؟ یعنی پلیسیه ژانرش؟ من همجوری دارم میگم و نمیدونم. خب راه نمایی بفرمایید. بعضی چیزا رو راه نمایی کردن یه هم معلوم میکنه. به مسیر سبز فکر کن. داستان های عاشقانه همون انتخاب اول من انتخاب کن. کی عاشق کی میشه تو مسیر سبز؟ ببین عارفانه است بیشتر. پلیسی هم نبود، سر فیلمه خورده عارفانه بود. حالا نه فقط مسیر سبز، اساساً استفن کینگ در چه ژانری می‌نویسه؟ یه راهنمایی می‌کنم. فیلم درخشش هم نوشته اوست. رمان درخشش که این هم نویسندش. داستان‌های پلیسی رو مثلا فیلم قشنگ میتونم بکشم اتلا. درخشش، داستان‌های عاشقانه. کوتاه نمیاد. درخشش و عبور میکنم از دست دادی. درخشش ژانر وحشت. خیلی کمک کردم. آره اصلا حواسم نبود. خانو سو، کدام یک از هنرمندان زیر لقب نقاش باشی داشتند؟ محسن وزیر مقدم، میرزا بابا اصفهانی، کمال الدین بهزاد، رضا عباسی. فکر میکنم کمال الدین بهزاد.
کمک کنم؟ هنرمند دربار فتحعلی شاه بود. از این کمک بزرگتر؟ رضا عباسی؟ نه، یه لحظه صبر کنید آقای مدیر. محسن وزیری مقدم. عبور کنم؟ بله. توستمون اینجاست؟ لنگ در هوا. شاید این خرمگس باعث بشه تجدید نظر کنید. بین کمال الدین بهزاد و رضا عباسی من شک دارم. آها. و شکم درسته؟ نه دیگه، تو این حد نمیتونم عبور کنم. رضا عباسی از دست داد. میرزا بابا اصفهانی. لقب نقاش باشی رو به نقاشان دربار قاجار میدادن معمولا و شاهان دیگه هم اینش رو داشتن. سوال، دقت کن، صفری. رمان‌های آسوپاس در لندن و آسوپاس در پاریس اثر کیست؟ جورج اورول، هاروکی موراکامی، ویرجینیا وولف، فرانس کافکا. آقای مدیری، بین ویرجینیا وولف و فکر کنم ویرجینیا وولفه. یه راهنمایی بکنیم. آسوپاس در لندن یا آسوپاس در پاریس، کی؟ بین اورول و فکر میکنم ویرجینیا وولف. راهنمایی از اون کارهاییست که اگر راهنمایی بکنم زود متوجه میشین. انگلیسیه. اینم راهنمایی. یعنی موراکامی نیست. فکر میکنم ویرجینیا وولف باشه. چهرهتون میگه جورج اورول. چهره من میگه جورج اورولِ؟ فکر می‌کنم. از کجای چهره من؟ کجای من شبیه جورج اورول چهرم؟ فکر میکنم بازم رو ویرجینیا وولف. الان شبیه ویرجینیا وولف چیم؟ الان شبیه ویرجینیا وولف شد چهرم؟ ویرجینیا وولف بگذارم؟ بله. از دست. شبیه جورج اورول بود. چهرم شبیه جورج اورول بود. همون اولی درست. خانم، سوال. مجسمه معروف میکلانج که حضرت عیسی در دامان مادرش پس از مصلوب شدن را نشان میدهد خیلی معروفه. ستایش مقان، پیتا، آفرینش آدم، مامان. مجسمه ها رو یادتونه؟ نه. حضرت عیسی در آغوش حضرت مریمه مامان. بعد از مصلوب شدن که تماماً مرمر خالصه. یک شاهکار مجسمه سازیست در تاریخ. بهش میخوره که چون در دامان مادرش بوده مامان باشه. ولی هر کی در دامان مامانشه مامانه. من خودم آفرینش آدم تو ذهنمه. آفرینش آدم؟ بله. عبور کنم؟ بله. عبور کنم؟ بله. تمام؟ بله. از دست داد. پیتا، اثر معروف میکلانج. تمام شد. بله؟ نه؟ شما این؟ بله. سوال، مجموعه داستان دید و بازدید اثر کدام نویسنده است؟ براهنی، آل احمد، دولت آبادی، مرادی کرمان. جلال آل احمد. عبور کنم؟ بله. چرا عجله میکنی؟ تایم که تایمی نیست. آل احمد. هوشنگ مرادی کرمانی رو شک دارم ولی فکر میکنم
مطالعه کردم داستانشو، مجموع داستانشو، مال جلال آل احمد باشه، مرحوم جلال آل احمد، اثر آل احمده به نظر بگذارم. بله بله درسته. چجوری نگام میکنه؟ اختیار دوست. اینه هون که به قاتلت نگام میکنه. آخر سو انقلاب کشاورزی در کدام کشور رخ داد؟ آلمان، انگلستان، فرانسه، سوئیس؟ انقلاب کشاورزی در خیلی کشورها رخ داد، اما این شاید بشه گفت اولین بود یا شاید بشه گفت مهمتری. من بین انگلستان و فرانسه به نظرم میرسه، ولی اگر ممکن باشه یه راهنمایی بفرمایید تشکر خواهم کرد. کمک کنم؟ اگر ممکن. اواسط قرن 17 رخ داد و بکید 17 انگلستان. چرا؟ توی اروپا من به نظر میسه که فرانسه و انگلیس خیلی تأثیرشون بیشتر از بقیه. منجر به انقلاب صنعتی هم شد بعدش. فرانسه. چرا؟ چون انقلاب صنعتی توی فرانسه اتفاق افتاد. انگلستان هم انقلاب صنعتی بزرگی داشت. چرا؟ انگلستان. بگذارم؟ بله. تمام 5 امتیاز داره؟ بله. بله. انگلستان. تاریخ خوندین، سوال تاریخی بدین. موسیقیدان و آهنگساز برجسته کشورمان که برای بسیاری از فیلم‌های ایرانی از جمله روز فرشته، پرده آخر و سریال پهلوانان نمی‌میرند آهنگ ساخت. بابک بیات، کارن همایون فر، محمد رضا علی قلی، ناصر چشم‌آذر. یه راهنمایی کوچیک میتونیم بکنیم؟ راهنمایی برای فیلم مرسدس هم موسیقی فیلم ساختند. استاد بابک بیات. بابک بیات؟ بله. عبور کنم؟ بله. بله؟ بله. مرسدس فکر میکنم آهنگسازش استاد بابک بیات بودن. عبور کنم؟ بله درسته. خب خب میریم دور سوم رو پر انرژی تر اجرا میکنیم. وای 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 وای، این دور 8 امتیاز داره و خیلی مهمه. اونایی که عقب ترند با این 8 امتیاز حتی میتونن برسن به بقیه. هنوز اتفاق خاصی نیفتاده. جمع امتیازات رو لطفاً ببینیم. 2, 7, 7, 7, 7, 2, 0. 3 و 0 داریم، باید خودتون رو برسونید بقیه 7. رقابت سخت میشه. فلش رو میزنم. و نگهش میدارم. از شما شروع کنم. سوال: الماس‌های کوه نور و دریای نور از غنایم جنگی کدام شاه ایران است؟ بدون گزینه است، تک جوابی. دور آخر تک جوابی. فکر میکنم نادرشاه افشار. نادرشاه افشار. بله بله. عبور کنم؟ فکر میکنم نادرشاه افشاره. بله درسته، نادرشاه افشار. خانم سوال: نخستین فیلم تاریخ سینما که مقابل دوربین برادران لومیر رفت، فکر کنم در 1895
که در واقع میشه اصلا تاریخ پیدایش سینما دیگه قاعدتا. معروفه؟ معروفه، آره، کسانی که سینما میدونن معروفه. دوربینش رو گذاشت یه جایی، خودش فیلم گرفت. 40 ثانیه از فیلم و اولین فیلم تاریخ سینما محسوب میشه. من نمیدونم. از دست داد. کارگران در حال خروج از کارخانه. گذاشت مقابله کارخانه ای، کارگران خارج میشدن. همین، این اولین فیلم تاریخ سینماست. سوال. داستانی از هوشنگ مرادی کرمانی که ابراهیم فروزش هم بر اساس آن فیلم ساخت. بچه های نفت؟ البته خمره رو هم ساخته آقای ابراهیم فروزش. خمره مال استاد هوشنگ مرادی کرمانیه. حالا نمیدونم کدومو بگم، چون جفته شد فکر میکنم هوشنگ مرادی کرمانی نوشته، آقای فروزش هم فیلماشو ساختن. راهنمایی کنم؟ فیلم برنده جایزه یوسف پلنگ طلایی از جشنواره لوکارنو شد. این دیگه خیلی راهنمایی واضحیه. این داستان تا امروز بیش از 150,000 بار تجدید چاپ شده. این دو تا چیزایی که گفتم درست بود آقای مدیری؟ یا گمراه کردم خودم؟ یعنی بچه های نفت و خمره جفتش؟ اگه بگم متوجه میشه. یه راهنمایی نمی‌کنه. محله قبل من راهنمایی نگرفتم. همه چی گفتم؟ این برنده جایزه لوکارنو شد. یعنی هیچ کدوم از اونا نیست؟ از کجا من هم چیزی گفتم؟ این چیه؟ خمره؟ عبور کنم؟ تمام؟ بله درسته. منو نگاه میکنه، اینجوری میکنه. بچه های نفت هم اینجوری شروع میشه؟ نه، اینجوری شروع میشه. آها، خمره اینجوری شروع میشه. خیلی هر جور راحتی همون کارو بکن. سوال. موسیقی سرحدی خاص کدام منطقه ایران است؟ راهنمایی میفرمید؟ سرحدی اساسا نام یک طایفه است. موسیقی سرحدی متعلق به بختیاریا. لورها بگیم یه ذره جامعه تر باشه. بگذارم؟ بفهمید. عبور کنم؟ بله. از دست دادی. بلوچستان. هر چی میگفتم متوجه میشدین. برگشتم چی بگم اصلا؟ آها، حق‌کشی، کمک به این، کمک نکردن به اینا، امتیاز. مهم هست ولی مهم نیست. این مسابقه بهانه است برای اینکه دور هم خیلی چیزا از خیلی چیزا بدونیم. سوال. منظومه موش و گربه متعلق به کیست؟ عبید زاکانی. انقدر با اطمینان؟ انقدر با اطمینان. عبور کنم؟ بله. بله درسته. شاعر، نویسنده و طنز پرداز معروف ایران که اهل قزوین بود. سوال. دولت سربداران با حمله چه کسی از بین رفت؟ راهنمایی میکنین؟ من یه چیزایی در مورد سربداران میدونم، سریال هم در موردش ساخته شد، یه شاعرم داشتن، ابن یمین بود. لی اگر راهنمایی کنین با حمله چه کسی از بین رفت؟ اگر اشتباه نکنم بعد از اون
صفویه تشکیل شد. اسماعیل اول. یه چیزی بگو. کمک کنم. یه کمک هایی هم میشه. یک زخمی هم در بدن داشت. عبور کنم؟ اردشیر بابکان. از دست داد تیمور لنگ. اگر میگفتم در پاش متوجه میشدی. از کودکی یک مشکلی در پاش داشت که به تیمور لنگ معروف بود. سوال: نویسنده ی رمان بابا لنگ دراز چه کسی است؟ میکشمت، یعنی پروانه وکالت تو باطل میکنم. من از تو حسرت سوال قبل بابا لنگ دراز اصلا اونو فراموش کن. پاکش کن سوال قبلی رو. تموم شد. کریستیان. کریستیان اسمش بود. کریستیان نه دختر عموش کریستیان بود. سبک بسیار ساده و روان داشت در داستانگویی. عبور کنم؟ بله؟ بله. از دست داد جین وبستر. خانم حاضرین؟ بله. سوال: سالن تئاتر برادوی در کدام شهر و کشور قرار دارد؟ یکی از مهمترین سالن‌های تئاتر در جهان، در شهر، در کشور. کمک کنم؟ اگه لطف کنی. این پر جمعیت ترین شهر اون کشوره. یکی از قطب‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهانه. قطب‌های سیاسی و اقتصادی فرمودین؟ و فرهنگی. و فرهنگی. هنری و فرهنگی. کانا. نه، نمیدونم متاسفم. از دست. نیویورک. در امریکا. خب. جمع امتیازات رو ببینیم. 15 7 15 7 2 2 8. سخت شد کار. و 2. ما 3 امتیاز 2 داریم که باید بین این 3 نفر سوال طلایی مطرح کنیم و 6 نفر باقی مانده با هم میریم به مرحله ربات. حاضرین؟ برای سوال طلایی حاضرین؟ هیچ راهنمایی نداره سوال طلاییمون و هیچ گزینه ای هم نداره. خیلی هم نمیتونم براش تایم قائل بشم. سوال: زان یار دلنوازم شکریست با شکایت، گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت. از حافظ. بله درسته. شما نمایش نامه دایوانیا اثر کیست؟ نمایش نامه افتاد. نمایش نامه دایوانیا. رومان پولانسکی. رومان پولانسکی. رومان پولانسکی. یعنی واقعا نمایشنامه نوشتیم چطور؟ از دست دادی. نمایشنامه دایوانیا اثر کیست؟ چخوف. چخوف. بله درست گفتن. خب خب الان ایشون حذف شدن. یه نفر دیگه هم باید حذف شه؟ یعنی بین دو تا خانم ها باید یک سوال بپرسم؟ ولکن نیستم تا سکته ندیم. ولکن نیستیم. سوال: در فیلم برداری به نمای نزدیک چی میگن؟ میکشم خودمو دیگه واقعا. مطمئن نیستم. من نمیدونم. فیلم برداری یا نمای نزدیک؟ به نمای نزدیک در فیلم برداری چی میگن؟ نمای صورت.
پورتره؟ نه اینکه عکاسی. من میدونم. از دست دادی. کلوز آپ. چی؟ کلوز آپ. بله بالاخره. بله بالاخره. کشتن. من عذر میخوام. کشتن. حذف میشید. و حذف میشید، ولی کسانی که حذف میشن با هم در مراحل بعد رقابت خواهند کرد دوباره و این امکان برای شما وجود داره. هیچ اتفاقی هنوز نیفتاده. با شش نفر مانده در گروه دایره با امتیازهای خوب میریم به بخش ربات. متشکرم. با شش نفر شرکت کننده آمدیم به مرحله هیجان انگیز ربات و کنارمون دوستان پر از انرژی اند. متشکرم. یه چیزی بگم قبل از اینکه بیاین بالا. می‌خواستم بگم دیگه هیچ کدوممون از دیدن منظره سر تو گوشی، سرها در گوشی دیگه تعجب نمی کنیم، اینقدر زیاده و عادی شده. اما اگر مثلا تو اتوبوس یا تو مترو یه نفر سرش رو کتاب باشه، یعنی یه جوری نگاه میکنیم که این یه چیزیشه، این حتما یه چیزیشه. یعنی اگه به جای کتاب پاره آجر دستش باشه اینقدر تعجب نمی کنیم که یه نفر داره کتاب میخونه. حالا اگه کتاب نمیخونیم، عادت روزنامه خوندن رو ترک نکنیم. اگه روزنامه نمیخونیم، بریم یه دوتا سایت مفید سر بزنیم. اگه سایت سر نمیزنیم، به حرف دیگران گوش کنیم. این کمترین کاریه که میشه کرد. کتاب سخته، کتابهای صوتی آمده. یعنی شما بخوابین، پاتونو بذارین بالا، با شلواره کسان یه دکمه بزنین، یکی میخونه، شما گوش کن بی زحمت. اگه فشار نمیاد گوش کن، اصلا اینقدر گوش کن تا خوابت ببره، فکر کن لالاییه. یا لااقل به حرف دیگران گوش کنیم. یه دیدین آخه ما میشینیم پای تلویزیون 25 تا کانالو در عرض 30 ثانیه بالا پایین میکنیم، به هیچ کدومش یک کلمه گوش نمیدیم، ولی 25 تا فحش میدیم به هر کدوم یه دونه. بریم سراغ شرکت کننده اول. از لول یک تا پنج، یک تا چهار، کدوم لول؟ هرچی شما بگید. شما بگید. یک تا چهار انتخابی؟ یک. یک. خیلی هم عالی. لیسانس مدیریت جهانگردی داشتین، از دایره با 15 امتیاز آمدین اینجا و اوضاعتون خیلی خوبه. اگر هر چهار گزینه رو جواب بدین خیلی اوضاعتون فرق میکنه با خیلی ها. حاضرین؟ بله. میریم به نقطه صفر. و اونجا ربات انتخاب میکنه که به پای کدام برج بریم. حاضرین؟ بله. رفتیم. این تصویر را به دقت تماشا کنید.
سؤال، هنری که هیچ صورت یا شکل طبیعی در آن قابل بازشناسی نیست و فقط از رنگ‌ها و فرم‌های تمثیلی استفاده می‌کند، کوبیسم، فوتوریسم، هنر انتزاعی، هنر فیگوراتیو. 30 ثانیه آغاز شد. اهرم رو تا مطمئن بودید نکشید. کوبیسم، فوتوریسم، انتزاعی، فیگوراتیو. چند ثانیه مونده آقای مدیر؟ 12 10 9 6. فوتوریسم. از دست داد. هنر انتزاعی که واسیلی کاندینسکی یکی از هنرمندان پیشرو بود در این زمینه، هیچ اتفاقی نیفتاده، 3 برج دیگه مانده از قبل، امتیاز خوب دارید. حاضرید بریم به سراغ برج بعد؟ بله. حتما جواب خواهی داد با انرژی مردم. این فایل صوتی را به دقت گوش کنید. روز اول که میخندیدیم دلم ز شاخه میچیدیم، میونه لشکری از خوبا کسی غیر ما نمیدیم. بله، سوال، نام ترانه ای که با صدای علی زنده وکیلی شنیدیم چه بود؟ ترشو. بله. بله، علی زنده وکیلی عزیز، اهل شیراز و خواننده، نوازنده و آهنگساز و چه پسر درجه یک و دوست داشتنی است. خیلی هم خوب، 2 برج دیگه مونده، حتما به هر دو جواب خواهی داد. رفتیم. حکومت ایلخانیان با ریاست چه کسی در ایران تشکیل شد؟ تک گزینه ایست. 30 ثانیه فرصت دارید. ایلخانیان میدونید. 20 ثانیه. طغرل. از دست دادید. هولاکو خان بعد از حمله به ایران و به طور کلی نبردهای او بسیار معروفه، هنوز اتفاق خاصی نیفتاده و یک برج دیگه مانده. با هم بریم سراغ برج 4. شاعر این رباعی چه کسی است؟ در بندم از آن دو زلف بند در بند، نالانم از آن عقیق قند در قند. ای وعده فردای تو پیچ اندر پیچ، آخر غم هجران تو چند اندر چند. نظامی، بابا طاهر عطار، منوچهری دامغانی. 30 ثانیه زمان داره. راهنمایی نداره آقای مدیره؟ تو این مرحله واقعا خیلی نمیتونم راهنمایی کنم، ولی ما یکی از معروفترین رباعی‌هاش رو انتخاب کردیم، شاعر سده 5. این هم راهنمایی. نظامی. از دست دادی. از ادبیات عرب بسیار وام گرفته. منوچهری دامغانی این رباعی از اوست. بیایید پیش من. امتیاز از قبل 15،
5 امتیاز اینجا، مجموع امتیاز 20، بستگی به بقیه ی رقبا داره که چه میکنند. با ما باش. خب به نظرم این مرحله سخت خواهد بود رقابت، به خاطر اینکه همه از اطلاعات وسیع برخوردارند. درست گفتم جمله‌مو؟ بله، همه از اطلاعات وسیع برخوردارند. بله بله برخوردارند. بله همه از اطلاعات وسیع برخوردارند. خیلی هم عالی. میریم سراغ نفر دوم. با ما باشید. هم سیزی استفاده میکنم. خوبیش بود انتظاریست هنر انتظاری. بله چون گزینه نداره و گذاره چه چشما کنی بسی؟ ها واسه اینکه نترسم بود، واسه اینکه نترسم چشما بود. دلیل عدم موفقیت هم خستگی بوده، خود ذهنم خسته بود، فکرم خسته بود و بدن هم خسته بود، باعث شد که اینجوری بشه. متشکرم. میریم سراغ نفر دوم. خیلی هم عالی. امتیاز از قبل 7. بله. لیسانس مهندسی مکانیک آماده اید. بله. لول 1 تا 4. 1 لطفا. چه؟ دیگه یه ذره احتیاط کنید. چرا؟ ترس دو. از ارتفاع داری؟ دو. ترس از چرخیدن داری؟ خیر. دو؟ بله. یه ذره دیگه حرف بزنم؟ نه میترسم یه ذره تمرکزم رو به هم بزنم. آه به خاطر این. خیلی خوب. دو؟ دو. خیلی هم عالی. با لول 2 با انرژی مردم میریم به نقطه 0. و از نقطه 0 فکر میکنی چند تا از سوالا رو جواب بدی؟ حداقل 3 تا. حداقل 3 تا. تا حالا تو این حالت گفته بودی حداقل 3 تا؟ نه خیر. تو زندگیت کسی در جهان بوده که در این حالت گفته حداقل 3 تا؟ تو اولین نفری و این مهمه. خیلی رفتیم با انتخاب ربات و فریاد مردم به برج اول. سوال، این تصویر را به دقت تماشا کنید. نام فیلم و کارگردان آن را بگویید. 30 ثانیه زمان داری. خیلی فیلم معروف و باشکوهی است. نمیدونم. بر اساس یک واقعه مستند تاریخی ساخته شده. در 8 رشته کاندید اسکار شد. نبرد نورماندی شاید. 8 رشته. 10 ثانیه. نمیدونم. اهرم رو بکش. از دست دادی. دانکرک از کریستوفر نولان. فیلم رو حتما ببینید، حتما. هیچ اتفاقی نیفتاده. این اولی بود؟ اولی بود؟ اولی بود؟ اولی بود؟ اولی بود؟ جوابمو نمیده. اولی بود؟ بله. تقصیر من نیست خب، دانکرک بود. چه کنم؟ بیا با هم میریم سراغ برج دوم. دو
این بیت از کدام شاعر پرآوازه ایران است؟ ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده ای؟ وی درد و ای درمان من از من چرا رنجیده ای؟ بابا طاهر سعدی نظامی مولانا. 30 ثانیه. نظامی. 21 ثانیه و از دست دادی. سعدی شیخ اجل. و میریم سراغ برج سوم. خوفو نام کدام یک از عجایب هفتگانه تمدن‌های کهن است؟ معبد آرتمیس، فانوس اسکندریه، مجسمه زئوس، بزرگترین هرم از اهرام ثلاثه. 30 ثانیه زمان داری. نام یکی از اینها معروف به خوفو. معبد آرتمیس. از دست دادی. بزرگترین هرم از اهرام ثلاثه رو بهش میگن هرم خوفو. هرم خوفو معروفه. عجایب هفتگانه 7 اثر برتر معماری و مجسمه سازی در یونان باستان به او میگفتند. و آماده ای بریم به برج آخر. رژیم دیکتاتوری اسپانیا در قرن 20 توسط چه کسی تأسیس شد؟ آلفونسوی 8، فرانکو، موسولینی، خوان کارلوس. 30 ثانیه زمان داری. دیکتاتور اسپانیا؟ فرانسیسکو فرانکو. مطمئنی؟ بله. و پاسخ درسته. بیا پیش من. از قبل 7 امتیاز، 5 تا اینجا، مجموع 12 امتیاز. بستگی داره که رقبا چه کنند. با ما باش. چکر. خیلی هم عالی. این شرایط برای پاسخ به سوال شرایط سختیه. هم دستگاه گیج میکنه، هم استرس وجود داره، هم گاهی آدم ها خسته اند و هزار دلیل دیگه. ممکنه خیلی از جواب ها رو بدونند ولی در این موقعیت نتونن بگن. میریم سراغ نفر سوم. نفر سوم. ترسیدین؟ اره یکم. نه اول میشین. امید به خدا. اول میشین. خیلی دوست دارم این اتفاق بیفته، مخصوصا روز تولدم. امروزه؟ بله. بله خیلی مبارکه. خیلی مبارکه. مرسی. نفر سوم هستید از
مرحله قبل 15 امتیاز دارید، کارشناسی ارشد تاریخ اسلامی رو دارین. 15 امتیاز خیلی امتیاز خوبیه، اگر به این 4 تا جواب بدین قطعا اول میشین، مگر اینکه مثل شما هم باشه. چند ساله میشین؟ 32 سال. بعد. خیلی هم عالی. تا اونجایی که بتونم کمک میکنم. چه لولی رو میخواین؟ 1 تا 4؟ زحمتی نیست، همون 1. همون 1؟ چشم. یک ترس عجیب در چشمان ایشون اومد بالا، بود فهمیدم 1 رو انتخاب میکنن. چشم. 1 یواش بزنید براشون، چون که تولدشونه. خیلی به آرومی اینجوری ببینید، آه میریم به نقطه 0. تموم. اصلا چیزی بود؟ چیزی شد؟ نه. حالا از اونجا ربات شما رو میبره به پای یکی از برج‌ها. دقت کنید، تولدشه، اولشه، کمک کنید. سوال، این تصویر را به دقت تماشا کنید. سوال، تابلوی ریگی سیاه اثر کدام نقاش رمانتیک است؟ ویلیام ترنر، کلود مونه، پیکاسو، فریدا کالو. 30 ثانیه زمان دارید. سبک نقاشی به کلود مونه نزدیکه. دقت کنید، 22 21. بیشتر به خاطر مناظر رنگ و روغنش معروفه. 15 ثانیه بگید. ویلیام ترنر. اگر اطمینان دارید احرام رو بکشید. 7 6 ویلیام ترنر. 5 و درسته. خیلی هم عالی. تا اینجا همه چی خوبه؟ خدا. احوال خوبه؟ بله. دیدی چیزی نبود؟ میخواین برم لول 4؟ نه 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 نه. میگه ممنون. خیلی خوب، میریم با راهنمایی ربات به برج بعدی. سال، ستاره شناس و فیلسوف شهیر ایرانی در دوره عباسیان که بود؟ ابو ریحان بیرونی، شاپور ابن سهل، موسی ابن شاکر، محمد ابن خارزمی. 30 ثانیه آغاز شد. ستاره شناس و فیلسوف شهیر ایرانی در دوران عباسیان. ابو ریحان بیرونی. 19 ثانیه. تولدته. 12 ثانیه. بین ابو ریحان بیرونی و 8. محمد ابن خارزمی بشه. انتخاب کن. 5. خارزمی. 3 2 1 و درسته. و در آخرین لحظه پاسخ درست رو داد. او رو پدر جبر هم میگن. اینایی که جبر خوندن، جبر خوندین؟ هیچکی جبر نخونده؟ هیچکی علاقه به جبر نشه؟ همینجوری گفتم. میگن بهش بابای جبر، پدر جبر، پدر جبر. میریم دو تا دیگه جواب بدی اصلا یه اوضاعی میشه روز تولدت. میریم به برج سوم. ادبیات و شعر، کدام اثر نوشته ژان پل سارتر است؟ موش‌ها و آدم‌ها، تا اون بیگانه، تهوع. 30 ثانیه زمان داری. چی؟ تهوع. اگر اطمینان داری و درسته. سارتر برای این رمان برنده جایزه نوبل شد، ولی اون رو پس زد و نگرفت به دلایل مختلف که مفصله. خیلی خوب دارین پیش میرین. روز تولدتون این یه دونه رو هم جواب بدین لطفاً. بله؟ چشم. متشکرم. اگر حاضرین بفرمایید. خیلی گرم ببریمشون به برج بعدی.
این فایل صوتی را به دقت گوش کنید. قطعی که شنیدیم مربوط به کدام فیلم بود؟ خیلی معروفه. فیلم اسمش واقعا فراموش کردم. 20 ثانیه بگو لطفاً. اسم فیلم ها فراموش شد. 12 10 7. راهنمایی نمیتونیم بکنیم. نه و و پرواز پرفراز دادی. فیلم پاپیون. آخ نه فکر میکردم. اثر آهنگساز بزرگ جری گولد اسمیت، یکی از برجسته ترین آثارش موسیقی فیلم پاپیون بود و یکی از برجسته ترین آهنگسازان قرن بیستم. تشریف بیارید پیش من. خیلی هم عالیه. تا اینجا 30 امتیاز داری و این امتیاز بسیار خوبیه و ببینیم رقبا چه میکنند. با ما باشید. ممنونم. متشکرم. خیلی خوب پیش میرن. همه درجه یکن و چقدر لذت بخشه که همه درجه یکند. بریم سراغ نفر چندم. چهارم. کادوی تولدتون رو گرفتی؟ فکر کنم. چی شد؟ بازم هستم. بچه بعدی. نفر چندم شده؟ شما اول شده. بابتونی میشه؟ آقای مدیری اعلام نکنم. بکنم نه. تولدتون مبارک. بازم متشکرم. میریم سراغ نفر چهارم. امتیاز از قبل 7 و کارشناس مدیریت بازرگانی هستید. بله. امیدوارم که موفق باشید. لول 1 تا 4. 1 رو بزن. 1. چرا؟ فرقی نمیکنه دیگه. چی؟ فرقی نمیکنه دیگه. 4 تا هم جواب بدم باختم. اصلا مهم نیست. بله. مهم اینه که لول 1 تا 4. 2 رو بزنم. 2 رو بزنم. 2. با لول 2 میریم به نقطه 0 و از اونجا تو رو میبرم به پای برج اول. قهرمان جنبش استقلال طلبی مردم ونزوئلا چه بود؟ 30 ثانیه زمان داری. گزینه نداره؟ نه این تک جوابیه. 20 ثانیه. اسم معروفیه. یادم هستش ولی فراموش کردم. 12. سیمون بولیوار. بله درسته.
در آخرین لحظه یادتون هست سیمون بولیوار و میریم سراغ برج دوم. سال این فایل صوتی را به دقت گوش کنید. سوال این صدای چه سازی است؟ آکاردئون، سازدهنی، دودوک، زنبورک. 30 ثانیه زمان داری. اینو باید بگی. آکاردئون. این چه؟ از دست. آکاردئون صدای حشره میداد. زنبورک و اصلا از نام یک حشره گرفته شده و یکی از قدیمی ترین سازهای جهانه. میریم به برج بعدی با همراهی مردم. این تصویر را به دقت تماشا کنید و سوال این پرده در سبک نقاشی قهوه خانه ای اثر کیست؟ کمال الدین بهزاد، قلر آقاسی، رضا عباسی، کمال الملک. 30 ثانیه زمان دارد. سبک ستاد نقاش دیگه قهوه خانه ای نیست و یکی از نقاشان بزرگ سبک قهوه خانه ای قلر آقاسیه. گزینه دوم. اگر مطمئنی اهرم رو بکش و بله درست پاسخ دادی. بله استاد از پیشکسوتان نقاشی قهوه خانه که معمولا شاهنامه رو به تصویر میکشند. خب میریم با قدرت به برج آخر. نویسنده یه سبک رئالیسم جادویی که بود جورج اورول، الیف شافاک، گوستاف فلوبر، گابریل گارسیا مارکز. 30 ثانیه زمان داری. جورج اورول من سبک اسمی به اسم سبکش این نبوده. رئالیسم جادویی فکر میکنم گوستاف فلوبر. 15 ثانیه. الیف شافاک. 7. 4. گابریل گارسیا مارکز. 3. 2. جورج اورول. 1 و از دست داد. مارکز از بزرگان رئالیسم جادویی، سبکی است که در آن جهانی بر پایه واقعیت اما بر اساس قوانین خود نویسنده، قوانینی که خود نویسنده وضع میکنه. بیا پیش من. از قبل 7 و مجموع امتیاز 17. خیلی هم عالی بودی و درجه 1 با ما هستی. متشکرم. میریم سراغ نفر چهارم. میریم سراغ نفر پنجم. این صدای چه سازی است؟ آکاردئون، سازدهنی، دودوک، زنبورک. آکاردئون. آکاردئون اساس
زنبورک فرشیان نمیاد تو نه قطعا فرشیان تو بهزاد حسین قلدر آبادی قسمت نبود تمرکزم از بین رفته بود نفر پنجم خانم 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 ترسناکه؟ نه خوبه این فقط اومدین بالا هنوز نچرخونده شما رو بله بله از قبل دو امتیاز دارید اون دو امتیاز هم الان از ذهنتون پاک میشه کلا فکر کنم هیچی نیست میبرم شما رو به نقطه صفر برای کشیدن اهرم عجله نکنید و با لول یک تا چهار یک آقای یک بله چشم هیچی نیست مرسی هیچی نیست کمه همه چی محکم بله بله درجه یک رفتیم به نقطه صفر خب خدای من وای 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 الان چی میگم دیگه من پیاده شم بهتر یه بار پیاده شین نه الان خب الان تون تون انجام میدم که زود راحت شی خلاص شی نه آقای مدیر یواش خواهی یواش چشم ما الان خیلی یواش میریم به یکی از برج‌ها ربات شما رو میبره یک دو سه میگم قبلش یک دو سه نرگسش عربد جوگ و لبش افسوس کنان نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست کدام آرایه ی ادبی در این شعر حافظ مورد استفاده قرار گرفته اسلوب معادله تمثیل ایجاز استعاره 30 ثانیه زمان دارید بیست و دو استعاره و درسته بله خیلی هم عالی خانم چیزی شد اصلا؟ چیزی نبود؟ نه چیزی نبود؟ الان گردشش الان سالم و سلامتی بله 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 همینجور دیگه بیشتر از این نمیشه بله بله همینی که بود همینی که بود مرسی. میریم سراغ برج دوم یک دو سه بگم قبلش بله اگه لطف کنید یک دو سه در کدام جنگ برای نخستین بار از سلاح‌های شیمیایی استفاده شد؟ 30 ثانیه زمان داریم. معروفه. برای اولین بار از سلاح‌های شیمیایی استفاده شد. کدام جنگ؟ 20 19 18. یه راهنمایی نمی‌کنی؟ این مرحله نه. 12. قبل از اینکه بگید بکشید بگید. نمیدونم متاسفانه شش پنج چهار سه دو نمیدونم یک از دست داد جنگ جهانی اول اولین بار سلاح شیمیایی در جنگ جهانی اول استفاده شد آماده این؟ بله 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 یک دو سه بگم بزنم بله بله سه دو یکم میتونیم سه دو یکم بگم آخه میدونید یک دو سه گفتن خودش یه سری مضرات داره این تصویر را به دقت تماشا کنید سوال این تابلو را چه کسی کشیده؟ سنی الملک، محمود فرشچیان، معین مصور، حسین بهزاد 30 ثانیه زمان داریم
حسین بهزاد. از دست دادین معین مصور، از مشهورترین اساتید نگارگری و از شاگردان رضا عباسی بود. بهترین الحمدلله. بله، چشما دو کاسه خون، از اینجا باید ببینین. این برج آخره. خیلی آروم و یواش. اصلا دست من نیست. میریم برای برج آخر. بله، این لول یکه. بله. و دست منم نیست، برای اینکه ببینید من یه داستانی رو برای شما تعریف کنم. دستم خورد. رومان پولانسکی کدام نمایشنامه شکسپیر را در سینما به تصویر کشید؟ اوتلو، شاهلیر، مکبس، هملت. 30 ثانیه زمان داریم. پولانسکی یکی از نمایشنامه های شکسپیر را به فیلم سینمایی تبدیل کرد. شاهلیر، مکبس، هملت، اوتلو. 18 ثانیه. 13. کنم بگید. اوتلو. از دست دادید. مکبس. مکبس. همه سوالات رو جواب نمیدین، تهش هم یه میگین. آقای مدیری. بله. اینجا خیلی متفاوته وضعیتش. واقعا. بله، اگه من الان توی خونه بودم همه رو درست کنم. خب بله، تو خونه که خب بله. نه ولی کلن. شرایط همه یکسانه دیگه. بله. تازه شما لول یک بودین. لول یکش هم خیلی واقعا. معذرت میخوام. ولی ته همه جوابای غلط میگن که خب الان چاره ای نیست، باید بیارمتون تا اینجا. بله. اجازه میدین؟ بله. چیکار کنم؟ 1 2 3 بخر. تموم شد. تموم شد. آدرنالین ترشح میشه، هیجان برای انسان لازم، کافی و وافیه. خیلی وافیه. تموم شد. 2 امتیاز از قبل داشتین، 5 امتیاز اینجا گرفتین و مجموعاً 7 امتیاز. با ما باشید. این دیگه میره تا اونجا. میره تا اونجا. آه، این میره تا اونجا. وای. اصلا اشکالی نداره، همه انرژیم رفت، جونم رفت. بریم سراغ شرکت کننده آخر. درسته گفتم خودش یه سری مذرات داره. دور آخر بیچه. ببینید من یه داستانی رو برای شما تعریف کنم. ولی همین که تجربهش کردم خیلی خوب بود. مرسی از شما و شخص آقای مدیری که این برنامه رو تدارک دیدن. ممنونم. سوالا خوب بود؟ سوالا خوب بود. من چون خوابم میومد یه مقدار تمرکزمو کلا از دست داده بودم، ولی بله سوالا خوب بود. و نفر ششم ترسناکه؟ کم. بله. چه لولی انتخاب میکنی؟ با اینکه کم ترجیح میدم 1. 1. بله. خیلی هم عالی. از قبل 8 امتیاز داری و دانشجوی الکترونیک هستی. بله. امیدوارم به سوالات پاسخ بدی. حاضری؟ بله. برای کشیدن اهرم عجله نکن. میریم به نقطه 0 با مردم.
و ربات تو رو از نقطه صفر به یکی از برج‌ها میبره. این انرژی میخواد. این تصویر را به دقت تماشا کنید. آن کس را که نام بردی اکنون کجاست؟ میخواهم او را ببینم. از آخر بهار به اینجا نیامدی. تمام خانها به باشتین به خدمت ایرخان رفتن. ما هم به باشتین میرویم. راه کدام است؟ از آن سو پشت تپه راهیست که به باشتین میرود. اکنون فرصت بازرسی ده شما را نداریم. سوال: کارگردان سریال سربداران کیست؟ 30 ثانیه زمان داریم. فکر میکنم آقای علی حاتمی هستن اگر اشتباه نکنم. سربداران 20 ثانیه. 15. آقای علی حاتمی. از دست داد. آقای محمد علی نجفی کارگردان سربداران، امیدواریم که حالشون خوب باشه و سلامت باشند همیشه. بیا پیشه برج بعدی. نویسنده ی رمان عادت میکنیم کیست؟ ناهید طباطبایی، رضا امیرخانی، زویا پیرزاد، نادر ابراهیمی. 30 ثانیه زمان داری برای پاسخ این سوال. عادت میکنیم رمان معروفی است. خانم پیرزادن فکر کنم. 20 ثانیه. هر زمان مطمئن بودی اهرم رو بکش، هر کدوم رو که انتخاب خانومه کردی. زویا 12. پیرزاد. بله و درسته. خانم زویا پیرزاد نویسنده آثار بسیار مهم و برنده جوایز ادبی متعدد. حاضری؟ میریم به برج سوم. سوال: این تصویر را به دقت تماشا کنید. سوال: مجسمه ی حضرت موسی از سنگ مرمر اثر کیست؟ پل گوگن، میکلانج، سالوادور دالی، رامبراند. 30 ثانیه زمان داری. مجسمه ی حضرت موسی بین میکلانج و رامبراند شک دارم. 15 ثانیه. میکلانج. و درسته. هنرمند بزرگ ایتالیایی که بی بدیل بود. خب سوال چهارم بود؟ آخری بود؟ سوم بود؟ یه دونه دیگه داریم و میریم به برج آخر. سوال: بنیانگذار سلسله آل زیار در سده 4 هجری که بود؟ مرداویج، منوچهر، وشمگیر، کیکاووس. 30 ثانیه. زیار بنیانگذار این سلسله. 20 ثانیه. فکر میکنم مرداویج باشه. 15. هر وقت مطمئن بودی اهرم رو بکشی. مرداویج. و درسته. و مرداویج از گیلان برخاست. خیلی هم عالی. بیا پیش من. سخت بود؟ خطرناک بود؟ بله. معذرت میخوام، از قبل 8 امتیاز داشتی و به مجموع 23 امتیاز رسیدی. با ما هستی و شما رو میبینیم. و برنده امشب ما که حتما متوجه شدین، خانم آیدا چاشنیگیر، 32 ساله،
کارشناس ارشد تاریخ اسلامی و تولدش مبارک. بله خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. علاوه بر اینکه یک گوشی موبایل هوشمند به روز درجه یک هدیه میگیرند، میرن به بخش فینال برای رقابت بر سر جایزه بزرگ. ممنون از همه مردم اینجا، ممنونم که اینقدر پر انرژی به ما انرژی دادند، و از همه شما که ما رو نگاه کردین متشکرم. شب بخیر، به امید دیدار.